داور آقای بیژن حیدری هست، دکتر بیژن حیدری از همدان، کمک ها آقایان منصوری، ایلدروم و داور چهارم آقای بنیادی فر برای سیاه جامگان، این افشار درون دروازه هست، حسینی، افراسیابی، کامدار، عنایتی، نقی‌زاده. ببینید با این فرصت چه خواهند کرد، دروازه خالی، این ضربه و برخورد با کنار دروازه. امید ابراهیمی رو میبینیم، حالا به این شکل سال میشه، یه ضربه سر و خارج از چارچوب، توپ بیرون میره. داور تذکر میده به آلاجی سوسه که در کنار محمد امین حاج محمدی اونجا بازی میکرد، ارسال، یه ضربه سر و یه بار دیگه برخورد به کنار دروازه. فرصت بازم برای ساماندهی یک یورش درون محوطه جریمه، فرصت برای پاس به عقب. خب این موقعیت با بله، توی دروازه، توی دروازه، اینجا به هر شکل دروازه سیاه جامگان باز میشه و استقلال 1-0 جلو میفته. با هم مرور میکنیم کار رو، واکنش این افشار پشت محوطه شش قدم و نهایتا ضربه‌ای که زده میشه و دروازه به وسیله یار شماره 28 محسن کریمی باز میشه. سرعت در تبدیل کار دفاعی به کار هجومی که استقلال خوب این کار رو انجام میده در این مسابقه. درون محوطه جریمه، فرصت برای استقلال، یه پاس به عقب، یه ضربه برخورد با تیر دروازه، هنوز خطر دفع نشده و توی دروازه، توی دروازه، گل دوم استقلال اینجا به ثمر میرسه. نهایتا یه پاس، یه ضربه با پای چپ و نهایتا گل دوم تیم استقلال هم اینجا به ثمر میرسه. یه فرصت درون محوطه شش قدم، یه لحظه توپ روی خط و ببینیم نظر کمک داور چیز، کمک داور گل گرفته به نظر میرسه، میرن اونجا صحبت میکنن با کمک داور. عنایتی زننده گل هست، اینجا با هم مرور میکنیم صحنه رو. خب چیزی که من در تصویر میبینم، اون اصطلاح تمام توپ از تمام خط عبور نکرده. حالا به هر حال نظر داوران محترم هست و گل اعلام شده، استثناء دارید که تمام توپ از تمام خط بایستی عبور بکنه. اینجا در تصویری تازه هم میبینیم حرکت امید ابراهیمی، همچنان صاحب توپ هست، به جناح راست برای شهبازاده، ارسال بلند، یه ضربه سر و واکنش عالی محمد حسین عین افشار. گل‌های زده استقلال بیشتر هست، اگر با سه اختلاف ببره از کردن به صدر جدول هم میتونه بره استقلال. یه فرصت، یه چرخش، یه ضربه و یه ضربه سر خطرناک از مدافع استقلال که چیزی نمانده بود به درون دروازه بفرسته توپ رو. سیاه جامگان امیدوار هست که حتی به تساوی هم برسه اگر دروازهش برای بار سوم باز نشه. یه ضربه راهی دور، فرصت، حالا روی ریباند و توی دروازه، توی دروازه، بله، گل سوم اینجا به ثمر میرسه و یه بار دیگه حالا آقای مظلومی یه نفس راحت میکشه در ورزشگاه آزادی. دوستداران استقلال شادمان و اختلاف بار دیگر به دو گل میرسه. اینجا با هم مرور میکنیم صحنه رو. یه لحظه هم تصویر آقای مسعود پورحیدری زمین که تصویر رو استر ملزم میکنه روی پیراهن فرزاد مجیدی مشخص شد. به هر حال روی دفع ناقص تو به وسیله محمد حسین عین افشار اونجا از گرد راه میرسه آرش برهانی و دروازه تیم سیاه جامگان برای سومین بار در ورزشگاه آزادی میست برای تیم سیاه جامگان. فرصت برای گل دیگر و دخالت مدافع سیاه جامگان که دخالت بسیار به موقع و خوبی بود و اجازه نداد گل چهارم استقلال به ثمر برسه.